سن خوبی؟ بسنسیه؟ من ویدیو میگیرم دیگه داخل یوتیوب میسارم. قبلا که عکاسی میکردم از میانم عکاسی میکنم منظورم این قبلا که به جای فیلم گرفتن راه میرفتم و از سوژه هایی که به لحظه مناسب جلوی چشمم قرار میگرفتن عکس میگرفتم. داداشمون که دیدمش که از اون کسایی بود که یادش بخیر عکس گرفته بودم از هاش. اینجا خیابون خرمه.
همیشه این مسیر رو به سمت دروسهران از جبل بیمارستان ولی عصر رفتم. این بار میخوام از پشت بیمارستان برم، یه خیابونه باریک که پشت بیمارستان هست. Thank you.
اینجا محل برگزاری نماز جمعه هست، شهر عراق. اینجا قدیمی ترین قبرستون شهر عراق بوده و بغل اینجا یونس هم دقیقا قدیمی ترین پارک عراق بوده، پارک شهر. بعد دیگه حالا این فاصله زمانی که ایجاد شده از آخرین مرده ای که اینجا خاک کردن، دیگه اینجا رو کردن پارک به این خاطر. حالا به یاد بوده اونا یه سنگی هم برای همه گذاشتن. حالا تاریخ ها رو اگر که بخوایم ببینیم، چون یه سریاش خیلی هم بیراه نیست، 54 68 51 فاطمه بهرامی. اینجا قبر یکی از بزرگای مرجعیت عراقی بوده به نام آقا نورالدین. آقا نورالدین عراقی متاسفانه شجر نامه کجا دارن؟ شجر نامه شون کجاست؟
سلام آقا، خسته نباشید. واسه خودم فیلم میگیرم، واسه جای خاصی نیست. از بعد شجر نومه شون هم هست داخل، میشه بیان یه توضیحی هم خودتون بده. تخت سالات کرد رو دفتن میگن سالات... میگن یه زمانی کرد رو دو اینا هر کوچه 20 تا مجتهد و اصلا کرد رو سابقش از الان بیشتر شما اون جد هفتم یا هشتم آقا به نظر بیشتر از 300 ساله که آمدن اینجا. آره 300 به نظر بیشتر بخواید حساب بکنید. حالا شما تحت سادات کرم رو که تشریف ببرید مربوط‌ترین قبر اونجا سید محمد مکی که جد ببینید تو شجر نامه جد هفته هفته با آقا میشه بعد هم میرسه به ما سر بعد عکسی از خودشون هم عکسی که داخل زریه باقی من خب خود بنامال چه زمانیه؟ آقا 103 ساله به رحمت خدا رفتن بخواید حساب بکنید. حالا به قبری دست نزدن دیگه چیزی رو اصلا اینجا قبرستون عمومی شهر وقتی آقا به رحمت خدا رفتن وصیت کردن منو تو قبرستون عمومی شهر دفن کنید مثل هر اموات. ولی خب از اونجایی که ارادت بهشون داشت آره دیگه همون موقع اینو ساختن کرامتشون رو زمان خودشون دیده بودن. ببینید این زنی که شما میبینید من صد سال پیشه 99 سال 100 سال پیشه زنی چوبی اولی آقا بوده در اصل مشغول شدن مردم اینجایی که قبرستان عمومی اینم خود اهرک ساخته شده بوده دقیق نمیدونه ولی زمانش رو میدونه. حالا مثلا اون معمار و اینا عراقی بودن؟ بله نوشته که تو کتاب اگه اشتباه نکنم جعفر بارفروش بوده اسم طرف اون بنده خدایی که حالا بانی شده بوده بعد اونجا با حالا دیگه مردم از بس ارادت با آقا داشتن سریع مشغول شدن گفتم خدمتتون قبرستون عمومی شهر رو برایشون حرم ساختن و اینقدر ارادت داشتن اون زریبان تقریبا 100 سال پیش شب لیلة الرقوه من به رحمت خدا رفتم یه اعمالی تو مفاتی داره بین نماز و مغرب عشا یکی از چند شب در از خیلی بزرگ طول سال محسوب میشه شب لیلة الرقوه به رحمت خدا رفتم اثر و آثاری ازش اثرشون ولی متاسفانه این مقداری همت نکردن که بخواد آثار به اون صورت بیاد بیرون در از معروف ترینش رو کنید این تفسیر العقل و القرآن درست القرآن و العقل که تو سفر جهادی نوشته کجا بوده سفرش؟ سفر جهادی یه عکس رو ملاحظه فرمایید آقا زمان جنگ جهانی اول هم فتوای جهاد دادن هم خودشون صف اول جهاد رفتن با روس و انگلیس می جنگید احتمالاً اینجا تا کرمانشاه تشریف بردن بعدم تا نجف و استانبول رفته بودن اون سفر جهادی از اون روزی که رفتن تا برگشتن این کتابو نوشتن طول کشیده این کتابو تو سفر جهادی نوشتن بدون اینی که منبعی باهاشون باشه خیلی عراقی شاهدشون بوده دیگه بره. تجربی بوده اصلا کاملا مسلط به قرآن دیگه شما حساب بکنید آقای عراقی اگر حالا تو اینترنت
زحمت بکشید سرچ بکنید این حرفای من است که آقای عراقی که شاگرد آقا آره دیگه دادن اصلا منبع دست آقا نورالدین نبوده، بدون منبع هر جایی که مثلا وای میستادن اون زمان رو از دست نمیدادن، مشغول شده بودن تفسیر نوشتن. بعد خودشون هم گفتم خدمتتون صفحه اول جهاد بودن، یعنی عکسایی که هست از خودشون فقط همین چند تا اون با فرزندشون. این عکس چه سالیه؟ مال سالشون معلوم نیست، ولی ببینید مثلا آقا عطا پسرشون کنارشونه که آقا عطا جلوی در دفنه، آقا عطا فرزندشون با خانومشون جلوی در دفنه. این نقاشی بوده؟ آره به نظرم نه، این پسر برادر آقا نورالدینه. بعد این عکس هم هست، این عکسی هم که میبینید با کنار هم آقا عطا هست و دو تا ردیف بعدی هم یه سری علمای قدیم عراق. بعد مثلا یه واقعه تاریخی توی دوره خودشون که توی دوره قاجار بوده دیگه، توی دوره قاجاریه بوده، بعد مشروط خواه بوده، دوره خاصی بوده تو سیاست، استادشون آخوند خراسانی بودن دیگه. حالا دیگه ماشاءالله فکر کنم وقتی بدونید استادشون آخوند خراسانی بودن که اصلا خودشون از به نوعی از طرفدارای مشروطه و اینا بودن. آقا 7 سال نجف درس خوندن، شاگرد آخوند خراسانی و میرزا ایوالله رشتی بودن با میرزا خلیل تهرانی. خود در اصل استاد معروفشون هم آخوند خراسانی صاحب کفایه است. بعد از اینی که 7 سال اونجا درس خوندم تشریف آوردن عراق از هر سه عزیزم اجازه اجتهاد داشتم دیگه. بعد ریاست حوزه علمی عراق و قبل آشیخ عبدالکریم آهایری داشتم، کلن عراق و شهرهای اطراف بشم از آقا بعد میکنم. مثلا کتابو که شما خوندین میشه راجب خود کتاب عربیه هنوز به فارسی ترجمه نشده، هیچ کس ترجمه نکرده. اگر خدا بخواد به نظرم یه گروه مشغولن که چه زودتر کتاب رو ترجمه رو کنن. بعد خب صاحب کرامت بودن، کراماتشون یه کتاب آخه این کرامات نیازه که یکی تاریخ شفاهیه دیگه. بعد الان دیگه هیچ کس نیست، خوب بوده که حالا اگر چیزی هم باشه نقل شده دیگه. حالا نمیدونم، فکر میکنم اون موقع خیلی اهل این کارا نبودن. تو اینترنت هست، تو کتاب آقای نعیمی هم هست، اویس زمان و نور عالم هست، ثبت شده کراماتشون. در اصل میشه بگی مهمترینش هم اویس زمانه، لقب یک امام زمان بهشون دادن. چی بوده داستانش؟ سال 1369 یه یادواره واسه آقا گرفته بودن مسجد الرحمن. سال 69 می شده 39 همین سال پیش، نه چندمین سال آقا بوده، هفتمین سال، هفتادومین. بعد خب اینم که میگم خدمتتون تو کتاب هست که نماینده آیت الله عظمای عراقی حاج آقای بایزی دعوت بوده تو اون مراسم. خودشون گفته بودن چند روز قبلش رفتم خدمت آقای عراقی، گفتم خدمتشون آقا نظر شما در مورد آقا نورالدین چیه، که فرموده بودن که آقا نورالدین کسی بودن که خدمت امام زمان رسیدن و امام زمان با لبخند ملیحی به ایشان فرموده تو اویس زمانی. با این تفاصیل من کیم که در مورد آقا نورالدین حرف بزنم؟ این حرف رو از آقای عراقی نقل شده و ثبت شده. آیت الله عراقی محسنی عراقی؟ آیت الله، آیت الله عظمای عراقی بزرگ مرجع بوده، مرجع واحد بوده سال 73 دیگه... رحمت خدا رحم حرم حضرت معصومه تشریف برید اونجا دفنه، کنار این قبور علما هستن، یه مقداری حالا سطحشون هم بالاتر هست، اونجا دفنه آقای عراقی. صد و تقریبا 3 سال هم عمر کرده آیت الله عراقی که معروفه دیگه خیلی. ولی خب مثلا آقا نورالدین و اینا خیلی کار خاصی سرشون تبلیغ و اینا نشده، نه اصلا تبلیغ، اصلا خودمون تو خودمونم که دیگه نیاز به تبلیغ نداره. اینجا میخوای بیای حقیقتا محیط یه جوریه که دیگه پارک شهر دیگه. آره خیلی اوکی نیست، یعنی یه چیزیه که من دنبال اینم که مثلا یکی از اون سر دنیا پاشو بیاد اینجا، ولی خب محیط به نظر من اصلا این جا رو داره، این ظرفیت داره که یکی از دور دنیا بلند شه بیاد اینجا. چیزه آقا شما حساب کنید امام زمان بهشون لقب دادن،
اصلا میگم مقامی که اصلا آرامش اینجا رو شما نگاه بکن. حالا الان روز خلوت ماه، ما حالا به هر حال ظاهرم داریم، میان مردم هنوزم ارادت دارن، هنوزم دارن ازش حاجت میگیرن، خیلی ها برای آرامشش میان. بعد توی سال شلوغ‌ترین روز سال یه روزیه مثلا... که مثلا احتمالاً یا توی محرم به نظر مثلا یه دعایی خاصی چیزی باشه. مثلا ما محرم زونمون چهار تا جمعه محرم زونمون خیلی شلوغه. بعد به قول شما محرم ها شلوغه، شلوغ‌ترین روز ما جمعه هاست که هم نماز جمعه هست، مردم هم از قدیم عادت داشتن، اصلا می آمدن اول زیارت آقا، حالا نماز چیزی می خوندن بعد می رفتن نماز جمعه. از قدیم اینجوری بوده. در از پنجشنبه جمعه هم و مخصوصا جمعه ها شروع روزه. احتمالا توی دوره قحطی بودن دیگه. بله تو دوره قحطی چیزی بودن. از ایشون نقل شده راجع به اون موقع؟ والا آقای فرهانی که خودش هم چیزه، اینو میگم خدمتون، اینو که بخوام خدمتون بگم که حالا شاید خیلی باورش هم برای دیگران سخت باشه. بخوام بازم میگم خدمتون، این ببین یه چیزیه که باور میکنم، اگر که فکر میکنی داستان یه جوریه که کسی باور نمیکنه. آره، چیزیه که توی مستندات اومده که بالاخره نصف مردم ایران تلف میشن، پس قابل باوره. نه یکی که میگم خدمتتون از نظر سند، اول میگم خدمتتون ما عادت دارم همیشه اگر یه حرفی رو میزنم خدمتتون با سند باشه. اینی رو که دارم میگم سندش خود من ندیدم، ولی حاج آقای فرهانی که چند تا جلد کتاب نوشته با سند اینو نقل میکنه چند بار. اون کتاب رو بازم میگم خدمتتون من ندیدمش، که اصلا میگه زمان وبا آقا نورالدین به وبا هم حتی دستور دادن که از عراق برو بیرون. اینو با نقل میکنه که مثلا بعد یه چند وقتی دیدن که دیگه به خاطر وبا مردم عراق کشته نشدن. بازم میگم خدمتتون سندشو توی یک کتابا میگه یادم رفته. چی بود میگفتم؟ به خاطر وبا بود دستور داده بودن. آره این چیزا. حالا خب اون که وبا به خاطر وبا که خودش یه چیز جدایی بوده. وبا حاصل میتونه هرج و مرج باشه. شاید چیز میگم خدمت، شاید این باورش حالا به هر حال خیلی هم چیز نباشه، ولی کراماتی که تو این کتاب اویس زمان هست عینا میشه گفت. دوست داشتید بیام خدمت؟ دوست داشتید بیام خدمت؟ من نمیخوام خیلی معروفه، خیلی نمیخوام چیزش بکنم موضوع رو، چون مخاطب من اصلا ایرانی نیست، نمیخوام موضوع رو مذهبی بکنم. میخوام اصلا تاریخی، روایت، نقل، شاهد، شنیدن، اصلا مذهبیش نکنم. بالاخره یه آدمی بوده که کلی کارهای خوبی کرده دیگه توی دوره خودش. اصلا شما موندگاری رو نگاه بکنید، وقتی یه انسانی الان بعد 103 سال مونده باشه حرم داشته باشه، مردم هنوز بیان زیارتش، خب این یکی از نشونه های موندگاری طرف. ما چند نفر آدم اینجوری داریم؟ حسن حالا دوست داشتید پشت اونم مثلا بالا هم دوست داشتید رو در باز بکنه و گنبدشو فیلم بگیشون. مرسی. هر سوالی چیزی باشه بعد مثلا آینه کاری ها و اینا که دیگه جدید بوده، دست زدن دیگه. آره داخل اون تاقا آجوری رو خراب کردن. روستری رو که شما میبینید، این روستر مال خیلی قدیمه، زمان قدیمیه که اصلا این روستر برقی نیست، یعنی شمع میخوره. مثل این شمعای آره. بزرگ قدیم میرفتن چلچراخ. بله اینجوریه. این ببینید مثلا فرض کن اینا رو بخواد بگیرید، اینا همشون شمعیه، یعنی خیلی قدیمیه اینا. خود زری هم که مال گفتیم زری مال 40-50 سال پیشه. زری کجا ساخته شده؟ این اصفهان ساخته شده. بعد بانیشکی بوده نمیدونم اینا. تشریف این حالا اگر میخواد چیز بکنید این تابلو رو بگیری. این تابلو ببینید، این آقا هم دوده که بگیری توش خیلی قشنگه. الهی ما اسیر شهوتیم، امیر شهوت ما گردان. نقله که وقتی برای مردم عراق سخنرانی میکردن آخر منبرشون اینو میفرمودن خودشون با گریه. حالا شما حساب کنید چنین شخصیتی وقتی بخواد چنین حرفی رو بزنه، خیلی حرف قشنگیه.
در اصل میشه بگه به کلاس ایشون بخونه. مثلا میتونه امضاشون باشه دیگه. نماز جمعه رو کجا میخوندن مثلا قدیما؟ اینجا نماز جمعه رو والا ببینید از اون وقتی که ما آدمون ما حالا بچه بودیم که مصلا که آره حالا قبلش نمیدونم قبلش ما مصلا قبرستون بود دیگه. حالا اگر از اینجا هم بخواد حالا کسی قبر رو گرفتن بحث چیز شد مصلا شد از اینجا میتونید بگیرید که حالا نماز البته با درخت ها نمیذاره گرفتمش از اون بر اومدم من دوست داشتید بریم پشت اون حالا پشت اون رو مثلا نگاه بکنید گنبد بعد یه دوره من بیام باز باشه هستیم دیگه همیشه ببین فضا اصلا بیام بحث و مذهبی نکنیم فضا خودش آرامش داره اصلا. هر کسی میتونه بیاد اینجا هر کسی میتونه بیاد اینجا ببینه چقدر قدم هر حس خوبی داره قدم هر کسی اومد روی چشم خیلی هم سلام آقا جان زنده باشید هر کسی ما همه جور ظاهر و همه جور کسایی که داریم که میان خدمت آقا میان خدمت آقا الان شما روز خلوت رو خوبه اتفاقا خلوت باشد حالا شما اگه پرشن رو جمعه بود مثلا جمعه بود 100% به این راحتی نمیشد فیلم بگیرید چون اصلا اونجا نماز بکنن چیز بکنن اصلا تو روزه این بازار عراقه این این عکسه میشه اینو بیاریمش خیلی فضا واسه هم آشناه یا شاید مثلا این خونه های قدیمی این... باشه این عکس قدیمی از هیئته برای شما هر جایی که دست ببخشیم من بگیرم اشی میبر که رفلکس اندازه خیلی شیش هست اینه اینجا میشه بگیرینش اوکی. حالا شما اگر مخاطبینت مانه کس عزیزای باشن که خارجن 100% اون عراقیایی که قدیم عراق بودن آره همه رفتن شما مطمئن باش همه اونا ما مشکل اون اینه که تو این چند ساله آدمایی که عراق خیلی اضافه شدن بهش عراق این نبوده که خود شهر کوچیکی بود اون قدیمیایی که تو عراق بودن الان رفته باشن هر جایی رفته باشن بازم ارادت با آقا دارن میشناسن، به هر حال میشناسن، ارادت دارن آقا دست شما درد نکنه، همین که لطف کردیم و وقت گذاشتیم یکم مهمترین چیزا شما میدونید اینه که بخوام خدمت عرض کنم اگر داری هنوزم میگیری من میگیرم، ما اصلا 39 دقیقه از سارم میگیرم، میگیرم کلا یه عزیزی با لباس روحانیت، مرجع جامعه و شرایط، با این شخصیت، با این مقام علمی و معنوی که داشتن خودشون سفر نفر اول سفر جهادی بودن یعنی خودشون اون زمانی که حالا جنگ جهانی اول بوده جنگ جهانی اول رفتن توی استانبول جهاد بالاخره همین که اونا مسلمون بودن اصلا دنبال مرز و اینا نبوده اونا مسلمون بودن پاشو دارم زمانی که این کشور مسئولیت رو یه مجتهدی با این مقام که احساس خطر کرده تشریف بردن سفر جنگ کردن با روس و انگلیسیشو میرفتن می جنگیدن و هست تو تاریخ گفتم که خدمتون عکس ها هست دیگه اگه تشریف بیارید بزرگ شده اون عکس ها رو بیارید در اینجا بگیرید بزرگ شده این اکثر سلام سلام جا سلام اتماس ببینید بزرگ شده این عکسی که حالا اونجا گرفتی اینجا ببینید که مردم مثلا با فشنگ و اسلحه و اون چیزا بالا سر آقا بودن این حالا یه قسمتی از مردم عراق هم که رفته بودن اون موقع میجنگیدن باهاشون خیلی ممنون کسی که حرف و عملش یکی بود شه یه ذره آب بخورم من برمون آقا
دستشون درد نکنه. خیلی ممنون. مرسی. من این کرامات ببخشید شما ببخشید شما فرمیختی نه کراماتشو رو دیده بودن دیگه. حالا من نمیدونم حالا شما میفرمایید چیزه، من فعلا وارد بحث کراماتش اینا نشدیم، ولی مردم عراق کرامات آقا رو میدیدن، دیده بودن و سینه به سینه نقل کرده بودن کراماتشون. مثلا اونی که اون کرامتشون که دوروبری ها خیلی موثق‌تر نقل میکنن، میگم خدمتتون موثق‌تر اصلا تو کتاب هست، کتاب اویس زمان نور آلمان هست و نوشته های نعیمی تو اینترنت هم هست. حالا هر عزیزی اصلا خب بره خودش سرچ کنه، اصلا چیز هست که دیگه ماشاءالله همه دیگه اهل فضای مجازی و اینترنت و این چیزا شدن دیگه. من بخوام یه دونش خدمتتون عرض بکنم که میگم خدمتتون تو اینترنت هستم، تو کتاب هست، گفتم خدمتتون دوست دارم حرفی رو اگر میزنیم با سند باشه، کسی حالا بحثی نداشته باشه توش. نقله که مثلا آقا روز عید قدیر مردم عراق دست به دست می اومدن خدمتشون، گروه به گروه از اول صبح می اومدن دیدن این سید بودن دیگه، به عنوان بزرگ شهر می اومدن، مثلا رسم یه سنت بوده، بله سنت باحالی بود. بعد نقل آقا همینجوری که تکیه دادن به این پشتی، حالا فرش ساده ای هم زیرشون بوده، از اول صبح دست میکردن زیر این فرش به مردم عراق سکه میدادن، پولای خورد زمان خودشونو میدادن. نقل شده آخر وقت به خدامی که حالا اینایی که تو خونه کار میکردن بیشتر عیدی میدادن، جوری که کلاهاشونو برمیداشتن تو کلاهاشون میریختن. فقط یه بحثی میمونده که کشیه رو ببخشید، فقط مونده بودن خدایا این چه پولیه که تموم نمیشه. آقا نورالدین از اول صبح داره به این مردم عیدی میده، بعد این همه پول خورد زیر فرش چرا برآمده نیست؟ فرش آدم خیلی میگن طرف دست بزنه به خاک میتونه طلا بکنه، یه درجه ای از عرفان و علم دیگه. یه حاج آقا صابر که دیگه شما میدونید دیگه، آره دیگه حاج آقا صابر که مسجد بزرگی که تو عراق هست، مسجد معروفی هست، خیابون عباس آباد احسن به اسم همین حاج آقا صابر هم ساخته شده. این حاج آقا صابر زمان آقا بوده، اینم که میگم خدمتتون با سنده. بعد این حاج آقا صابر رفته بوده عتبات نجف و کربلا، رفته بوده اون زمان قدیم، آمده بودن به آقا گفته بودن که آقا حاج آقا صابر از دنیا رفت در سفر عتبات، حاج آقا صابر بدون از دنیا رفت. نقل میگن آقا امروز حالا پس زمستون بوده، زیر کرسی گرفته بودن نشسته بودن، زیر کرسی بودن، یه سرشون رو چند ثانیه تکیه میدن به لبه کرسی، سرشون رو بلند میکنن، میگن که حاج آقا صابر نمرده است، حاج آقا صابر زنده است. بعد میگن که آقا آدم های مورد وصول این خبر آوردن، دارن آماده میشن که دارن مردم عراق آماده میشن واسهش مجلس بگیرن. بعد میگن که نه، همونی که گفتم خدمت حاج آقا صابر زنده است. بعد حالا اصرار کردن که شما از کجا میگید، هم میگن که ملکی هست، فرشته ای هست در بین فرشتگان الهی در آسمان چهارم، وقتی مؤمنی از دنیا میره اسمش رو صدا میکنه، ناله و شیون میکنه، من الان گوش دادم، هر چی گوش دادم اسم حاج آقا صابر رو نیاورد، حاج آقا صابر زنده است. بعد یکی دو ما میبینن حاج آقا صابر برگشت، همونی بود که آقا فرمودن. خیلی ممنون، مرسی، دست شما درد نکنه.